بریم فصل 245 طایفه آلف شورخانه رو خواهم میخونیم. موضوعمون در مورد اسرائیل و غیر یهودیه که با هم دیگه شریک میشن. چگونه باید رفتار بکنن تو شبات؟ آقا شما فرض کنید یه مغازه‌ای دارید با غیر یهودی شریکید. میخوام ببینیم قانون شباتش به چه شکله. آیا میتونید مثلا بیاید بگید به گویه آقا هر چی شبات فروختیم مال تو سودش، مثلا روز یک شنبه هر چی فروختیم مال من. آیا میشه این قرارداد رو بست یا اصلا باید کلا مغازه بسته بشه یا اصلا نباید آدم این کارو بکنه؟ تمام این قانونا رو به عزت هاشم به طور کامل اینجا خواهیم خوند. خب صحیف آله. اسرائیل و اینو یهودی. اسرائیل و غیر یهودی شیش لاهم ساده که اونها دارن صحرا یا تنور یا حمام یا آسیاب آب به شوتافوت به صورت شریکی. آقا هر چیزی ها شما با یه غیر یهودی شریکید، مغازه، آسیاب، حموم، او شم شوتافیم، یا اینکه اونها شریکن و خنوت بیسخورا با در مغازه در تجارت. این هیت نو میتخیلا، این خیلی مهمه، اینا هم زیرش قد بکشید. اگه شرط کردن از اول باید شرط بکنن. این هیت نو میتخیلا، اگه شرط کردن از اول بشه آشه با اول هشتتف، در زمانی که میان با هم شریک بشن، از همون اول شراکتشون میان با هم دیگه شرط میکنن که یه سخر هشبات که باشه مزد شبات برای غیر یهودیه فقط، این مت و این حرده چه کم چه زیاد، و مزد یوم اخاد یه روز در مقابل روزای هفته برای اسرائیل یه ودو به تنهایی باشه متار مجازه. پس آقا شما اگه خواستید با غیر یهودی بیاید و شریک بشید توی مغازه تو هر چیزی، همون اول شراکت که هنوز استارت نزدید، اول شراکت باید بیاید بگید که آقا ما شرط میکنیم که روز شبات هر سودی بود مال تو، مثلا روز یه روزم تو هفته هر سودی بود مال من. این مهمه که اول کار باشه. ادامه مارا به این لو هیت نو میتخیلا، و اگه از اول همچین شرطی نکردن، اگه از اول همچین شرطی نکردن قانون چیه؟ کشه یاوه او لخلق هنگامی که میان تقسیم کنن نوته نگیره اینو یهودی مزد همه شبات ها را. پس آقا اگه اول کار اومدید شرط کردید خیلی عالی، اگه شرط نکردید بعد که میخواستید سودا را قسمت کنید، مزد هر روز شباتی که باز بوده همش میرسه به غیر یهودیه و هشعار خوردین اوتا و بقیه را تقسیم میکنید. یعنی هر هفته را یه روز کامل مال شبات را میرید به گوی، شیش روز دیگه را میاید تقسیم میکنید. باشه به این لاهای سخر هشبات یا دوبه. حالا کیس بعدی. پس حالا دو تا کیس خوندیم. اول که میخواییم باش تجارت کنیم شرط میکنیم آقا نصف و نصف، ببخشید شرط میکنیم که شبات مال تو یه روز تو هفته مال من. اگه نکرد شبات رو از دست داده، مزد شبات ها اسرائیله و کل مزد شبات ها گویه برمیداره و بقیه روزها رو هم شش روز دیگه را بین خودشون تقسیم میکنن. خب میخواید تا اینجا بخونیم بعد بریم کیس بعدی؟ خب میریم بعد از اون کیس بعدی. شما رو که مطالعه
ببخشید محیلا شرمنده من پشت خطی اومدم. امیدیم میشنا به نورا رابط های میشنا به نورا را ببینیم. صادم و تنور گفتیم اگه یکی یه صحرایی یا یه تنوری داره یا یه حمومی داره یا یه مغازه‌ای داره خب و غیره. تم هدوانیم الور دلیل این موارد دبائین آن هیتنو که لازمه که اول شرط بکنن به ایلاو حقی که اگه اینجوری نباشه چون که دمیت خیلا که از اول در زمان اون شوتافوت یعنی شریک بودن موتان ملاخا یعنی بر عهده اونهاست اون کار بر عهده هر دوتاشون اول حقی بنابراین این آخر کار اگه بعد از اون غیر یهودیه بگه که آقا بیا شبات مال تو باشه و تمام سود شبات تو ببر من یه روز دیگه کار بکنم تو هفته در مقابلش خب این مثل اینه که وامی داریم اون غیر یهودیه را که مخصوصا تو شبات به خاطر ما کار بکنه. خیلی قشنگ ببینید پس چرا مهمه که اول کار شرط کنیم. اول کار مهمه شرط بکنیم چون اگه بذاریم وسط کار شرط بکنیم و بگیم آقا روز شبات تو کار بکن مزد شبات مال تو باشه این مثل اینه که ما داریم میگیم روز شبات برو کار بکن برای ما داره کار میکنه. درست؟ پس خیلی مهمه که حتما همون اول این شرط را بکنن که آقا روزای شبات تو برو کار بکن مزدش کامل برای تو روزای هفته یه روزش مال من کامل مزدش برای من باشه. اگه همون اول بگیم عدد ها درفشه که آبید گویمه برای خودش شبات ها داره کار میکنه ولی اگه وسط کار میخوایم بگیم مثل اینه که ما داریم شبیخش میکنیم که شبات کار بکنه. خیلی قشنگ بود. اولفیزه و بر طبق این اگه شریکش غیر یهودیه این اوسکرون کاری انجام نمیده بلکه شینام یهودی مخریم یهودی های دیگه نیستن که بیان بپزن و یا در بیارن تو اون تنورش در اون تنوره که شوتافوته و میدن سخ مربیس خارام یه مبلغ یا در موزشون میتونه اون اسرائیل قبول کنه اون شراکتشو از اون موز که میرسه به اون بر طبق اون حتی اگه شرط نکردن به شرط این که شلوی قخ میمنو نگیره از اون مزد شباتا به تنهایی بلکه بگیره از اون به صورت حمله آس سایر روزها را به خاطر اینکه نباشه مزد شبات و نمیترسیم به خاطر مریض ها این که بگم برای سرخ اسرائیل که داره انجام میده به خاطر اینکه مشخصه شیش لینو یهودی خلق بود که قید یهودیت اون سهمیه داره. بله بله چی شد اینجا؟ ببینید میگه اگه شریک غیر یهودیه خودش هیچ کاری انجام نمیده خب یه غیر یهودی های دیگه هم که میان براش کار میکنن و مزد اونها را میده خب تو این حالت میتونه اسرائیل را مزد شبات ها به حبلا تو هفته بگیره. مثلا فرض کنید یه اسرائیلی با یه غیر یهودی با هم یه تنور دارن یه نونوایی دارن خب اگه از همون اول شرط کنن که آقا شبات ها مال تو روزهای دیگه مال من این خیلی عالی و نمره 20 خب حالا اگه شرط نکردن خب و گویه رفت که روز شبات کار بکنه روز شبات رفت آقا نونوایی را باز کرد ولی خودش هیچ کاری نمیکنه شریکه کارگر داره مثلا چند نفرن که اونا همه کارها را میکنن این فقط نظارت میکنه خب طبق این نظر میتونه بیاد و اون سودی که تو روز شبات کردن دا با سود روزای دیگه قاطی بکنه اسرائیل و تقسیم کنن از غیر یهودیه بگیره چون خود شریک غیر یهودیه کاری انجام نداده بقیه براش انجام دادن یعنی شبوت بیشبوت شده غیر یهودی های دیگه برای این غیر یهودیه کار کردن. متوجه شدید؟ و در نجه غیر یهودی ها برای این غیر یهودیه کار کردن در نجه میتونه مزد شبات ها بیاد به حبلا ها باش تقسیم بکنه. متوجه شدید؟ حالا بازم میشنم تخامی رو میخونیم بهتر واضح اونجا توضیح میده. بله خب بله بعد گفتیم سایف قاتان دالت ها میخونیم این معت این حربه اول میان شرط میکنن که آقا مزد شبات هرچی بود مال تو مزد مثلا یه شنبه هرچی بود مال من چه کم چه زیاد. خب حالا میخوام ببینیم یعنی چه کم چه زیاد. سایف قاتان دالت ها ببینیم دکوان ده اینا میخشمیم زه کنگت زه به خاطر اینکه نمیان محاسبه کنن در مقابل هم دیگه که بگیرن برابر این که برابر این شریک نیستن اصلا در روز شبات و روز دیگه
و در سایر روزها شریکن. اون اپوغه و آمده استثنان کنه اگه شرط بکنه از اول در زمان شرط کردن که در آخر میان به حساب و کتاب شیعه حساخار نشنه هم به شابه که اگه مزد هر دوتشون برابر باشه آسوره که برخلاف میل تو با اون شریک تو شبات. یعنی ببینید مهمه که فرق داشته باشه، مثلا روز شبات 1,000,000 سود کرده گویه، روز هفته اسرائیل مثلا 1,200,000 سود کرده. خب این مهمه که این فرقه باشه، چون اگه دقیقا برابر باشه مثل اینه که تو این شراکت کاری که گویه کرده برای ما هم انجام داده. خیلی جالبه. پس طبق این نظر مهمه که این معت این حربه باشه، یعنی یکم کم و زیاد باشه. سودی که روز شبات گویه سود کرده و سودی که تو ایام هفته اسرائیل کرده، این مهمه که یه مقدار کم و زیاد با هم دیگه باشه، که دقیقا به این شکل نباشه که گویه مثل اسرائیل کار کرد یا برای اسرائیل کار کرده. بله خب اینم توضیح دادیم به این لو هیتنو به خانه گستان. بله خب حالا بریم ادامه شولخانا رو کنیم. به این لوهای سخن حشبات یا دوبن. حالا فرض کنید اسرائیل نیمد با گویه چیز بکنه، چی میگن اول کار شرط بکنه، خب و اومد گویه شبات ها کار کرد، گفتیم میان حساب میکنن روز شبات ها مزد نمیگیره اسرائیل، بقیه روزا را تقسیم میکنن. حالا اگه مزد شبات مشخص نبود، ادامه شولخانه رو نیمد این شرط را بکنه، روز شبات هم گویمه رفت باز کرد مغازه را، معلومی چقدر سود کردن تو شبات، مثلا آبر بانکی که اونجا دارن، دستگاه کارتخان که دارن یکیه با هم و نمیتونن تشخیص بدن که آقا مثلا امروز چقدر سود بوده. یه طول هاینو یهودی بگیره غیر یهودیه به تنهایی یک هفتم مزدشا و بقیه را تقسیم کنن. یعنی اگه مشخص نبود آقا روز شبات چقدر سود کردن، از کل سود یک هفتمشا کامل گویه ور میداره، بعد اون شیش قسمت دیگه که باقی میمونه رو قسمت میکنه. مثلا اگه مشخصه چقدر سود کردن تو شبات، کلش شبات برمیداره. اگه مشخص نی یک هفتمی کل سود هفته را گویه برمیداره. درست؟ بله. خب بریم حگا و یه شمتیریم و بعضی ها مجاز میکنن حساخار مزده را بدی اول، حتی اگه از اول شرط نکردن به خالق و ستام و تقسیم کردن به صورت کلی، که حالا اینا به امید خدا جلسه دیگه نظر ما را میخونیم و بیشتر توضیح میدیم. اوکی تا همینجا نبود تا نگه داریم تا به عزت هشم جلسه.